این بخش کابل دیشب گواه انفجارهای پی هم و شلیک گلوله ها بود. نیروهای امارت اسلامی بر یک مخفیگاه داعش در منطقه کارته نو کابل عملیات را برا انداختند. 5:30 بجه روز بوده که یعنی شام بوده که همین موضوع شروع شده که نیروهای امنیتی آمدن و مردمانی که در دو تا خانه بودن داعش بودن و اینا را دستگیر کرده. بدی کوسه که چی وسیدل نو چاسر دسی یعنی روابط ندرلودل زکه دوی ځان نو دسی بیخی خفیه غوندی کړیول چاسر نه روابط درلودل نه جمعه تتلل. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در جریان این عملیات شماری از اعضای گروه داعش کشته و شمار دیگرشان بازداشت شده اند. به گفته زبیالا مجاهد این افراد در برخی از حمله های اخیر در شهر کابل دست داشتند. عملیات په پایله کې ګڼ شمېر دوی او کسان وزل سی دی او یو تعداد ژوندۍ نیول شوي په بهرنیات بامسته او بل دا داسې هغه پټنځای مکمل له منځه تللی ده. عملیاتو تر لسو بجو شپې دوام وکړ ځکه سیمه مزدحم او عملیات ورو ترسره کېدل. سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید که گروه داعش هنوز هم در افغانستان وجود دارد و اگر امریکا از این ناحیه تهدید شود واشنگتن در برابر آن گام خواهد برداشت. رئیس جمهور بایدن تعهد جدی کرده است که بر داعش متمرکز بماند و اگر لازم شود و در صورت مشاهده توطئه‌هایی که امریکا و شرکای ما را هدف قرار می‌دهند در برابرشان اقدام کند. سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این سخنان وزارت خارجه امریکا میگوید که گروه داعش در افغانستان شکست خورده است و نیروهای امارت اسلامی در برابر داعش پیکار میکنند و در این زمینه به پشتیبانی کشورهای دیگر نیاز نیست. باید امارت اسلامی بیشتر توجه بکنه به خاطر تامین امنیت افغانستان و به خاطر آرامش خاطر مردم افغانستان و همچنان اطمینان برای کشورهای جهان. گروه داعش و دیگر گروه تروریستی به ثبات افغانستان یک خطر بود، یک خطر هست. این در حالی است که در ماه‌های پسین گروه داعش مسئولیت حمله بر سفارت پاکستان در کابل، مهمانخانه شهروندان چینی، حمله بر کارمندان وزارت امور خارجه و برخی مکان‌های دیگر را بر عهده گرفته است.